صبح زیبا و دلانگیز همه شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر باشه آرزو میکنم تا این دم در کنار ما لذت برده باشین و از داشته های برنامه مستفید شده باشین. بالکل بالکل و امیدوار هستیم همچنان تا پایان بیننده باشین. بخش گزارش شهری است و رامین جان که همش میره به سطح شهر میگرده تا جایهای بره که شما هموطن تا هنوز نرفتین، از امو زیبایی های امو منطقه یا جایی که میره هم بر شما گزارش تهیه بکنه. علی بر کجا رفته رستم جان؟ امروز رامین جان اسلمی رفته به یکی از قرقال فروشی ها و پوستین فروشی های شهر کابل که ما خود در شروع برنامه صحبت کردیم و گفتیم که میشه باز ما خود تام بریم یک پوستین بر خود ما خریداری بکنیم، چرا که هوا واقعا سرد شده و بیشتر مردم دوست دارن که لباس های گرم تر بپوشن. هموطنان ما خبر نبودن، خبر شدن که رامین کجا رفته. دیگه بعد از برنامه ما دو نفر هم میریم بخیر رستم جان برام پوستین میخری؟ حتما حتما نجیب جان، چرا نه، یک پوستین به خودت میخرم و یک پوستین هم بخواد. هموطن عزیز اگر رستم برام پوستین خرید ما به شما حتما میگیم رستم خرید. 100% حتما باز در برنامه بپوشش بخیر. 100% میپوشمش ان شاء الله. خب بسیار خوب، بریم ببینیم گزارش دیگه. رامین جان منتظر است، میریم ببینیم. نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم که صبح زیبایی را آغاز کرده باشین و خیلی تشکر از اینکه برنامه بامداد خوش را به دیدن انتخاب کردین. امروز تصمیم گرفتم بیایم به منطقه سینمای پامیر، جایی که پوستین و قرقل زیاد فروخته میشه، اینجا جایش است و کسانی که علاقمند به پوستین و قرقل هست حتما با این منطقه آشنایی دارن. میخوایم با مسئولینش صحبتای داشته باشم ببینم که بازارش در این شب و روز چگونه است. آیا فقط ریش سفیدا میایه به خاطر خرید پوستین و قرقل، یا ای که مود شده دیگه، حالا جوان ها هم دوست دارن که کلاه گرم قرقل داشته باشن، زمان ما این کلاه شد و پوستینی که بسیار گرم است واقعا میچسبه در این فصل سال. میرم به داخل دکان همراهشان صحبت های میداشته باشم تا پایان مرا همراه باشم. بله، همون قسمی که بر شما دوستا گفتم فصل پوستین و قرقل است. میخوایم همراه مسئولش هم صحبت هایی داشته باشم. سلام، صبحتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام بر شما با بینندگان محترم تلویزیون. اسم سیدم سادات، فرزند مرحوم سید امیر سادات، باشنده کابل. بسیار خوب، نام خدا. می رقم که با انرژی هستید گل صبح، یعنی انرژی انتقال میده به بیننده ما. یک کمک دوران بخورین که بیننده ما چهره مبارکتان رو بهتر ببینن. چطور از کاروبار ما اومدم امروز تصمیم گرفتم که پوستین و قرقل، چون که فصلش از دیگه فصلش است و جوان ها و نوجوان ها و ریش سفید ها بیشتر پیشتان میه، میخواییم بدانم که کاروبارتان در این شب روز چطور است؟ هزار بار شکر خوب است. کاروبار ما از نسبت به وقتان یک کمک کم شده، خب بازم هزار بار شکر خوب است. نسبت به وقت یعنی فصل گرمی یا بیخی سالای پیش هم از این دولت جمهوریت از اونا که فعلا نگذره کم رنگ شده. بله، بیشتر کیا پیشتان میایم؟ کسایی میاین که ریش سفید هستن، سن و سال ازشان گذشته میاین پوستین قرقل بگیرن، یا جوان هم حالا شوق کردن، شوق پیدا کردن؟ ریش سفید ها خود زیادتر میاین. ریش سفید ها به این دیزاین ها کلا با سر میکنن، با جوان ها که به این پوستین ها به این کلا بسیار شوق علاقه دارن، میاین هر دوشان میاین. پوستین است، قرقل است و پوست های مختلف است. ای که نظر به کدام رنگ و کدام جنس انتخاب میکنن قیمتایش هم متفاوت است. متفاوت است که اینا پوستین است که یک پوستین است که از گوسفند، از یک گوسفندی که ما شما قربانی میگیریم، از این گوسفند است که اینا این به نام مرینوس میگن. یک پوستین است که از گوسفند قرقل است که بالا پوشان را جور میکنن، باز اونها رو برای شما ما نشان میدم. اون از اینو چند نمونه از قرقلایی که زیاد پرفروش است، کسایی که میاین پیشتان فرمایش میدن یا ای که آماده شما دارین میگیرن، اگر به ما نشان بدین اینجا و درباره جنسش درباره قیمتاش به ما بگین. درست است، پرفروش خو برای ریسفیدا زیادتر از اینا هستن، از اینا زیاد استفاده میکنن که پوست گوسفند قرقل است و نام رنگش سور است، سور تقر که میگن اینمی پوست است. و جوان ها که باز استفاده میکنن به این دیزاین استفاده میکنن، اینا پیکدار کاسکت یاد میشه که اینی پوست قرقل است، از این دیزاین جوان استفاده میکنن و این دیزاین ها رو فعلا نوارد از گفته یکان تا این باز برای جوان هست. این ای کلاهی که فعلا در سر ما هستی از امو دوران سابقا
یاد بود میشه دیگه و دوران طغرل و نمیفهمم اون سریالایی که ما دیده بودیم. بله ها، این دیزاینش خازم ترکیه است، از دیزاین ترکیه است. ایام نو برآمده، ام نو برآمده است. اینا رو زیاد مردم پسند میکنه. بسیار خوب. اینا رو میریم سر اصل مطلب، قیمتا رو به ما بگو. نسبت به گذشته کمتر شده یا بیشتر شده؟ از چند شروع میشه تا چند؟ پوست قراقل خو از 100 افغانی گرفته تا 5000 10000 که بسیارش که دیگه 20000 یا 15000 قیمت داشته باشه. کلاه قراقل. کلاه قراقل بله. اونایی که میگن مثلا 50000 یک لک افغانی قیمت داره، باز اونها کلمی شریف میباشن. که اینال ما برای شما تصویر نشون میدم. اینی کلاستک میبینید که ما جور کردیم. بله. اینا الله محمد دیگه لا اله الا الله. خود پوست در می قسمتایش کلمه شریف می باشه یا نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوشته می باشه؟ محمد می باشه، لا اله می باشه. دینی چیزا کمال باز اونها قیمتش دیگه 40000 و 50000 یک لک دلک. باز اونها به شما قیمت میایه یا ای که شما خودتان می بینید اینجا نوشته داره قیمت بالا می بره؟ ما متوجه نمیشیم. حالا نمیره بر رئیس ترافیک خداوند ببخششونه این فوت کردن. ما که جور کردیم اونها در سر کردن، باز خود از اونها دیدن که والا این خدایی الله و محمد نمیشه است. باز ما گفتن که ما گفتیم والا ما متوجه نشده بودیم در پوست قراقل در کلش کلمه شریف میباشه. بسیاریش واضح معلوم نمیشه، در یک جاش الله است، در دیگرش محمد است، معلوم نمیشه، واضح معلوم نمیشه. باز بسیاریش که از او رام 10000 پوست، 2000 پوست، 10000 پوست اگه معلوم نمیشه. باز بسیاری را قاب میکنن، اگه متوجه شدن باز بسیاری خارج یه قاب میکنن بدم اتاق خود میمونن. هیچ خراب هم نشده دیگه، یک شیشه هم سرش کش میکنن جورش میکنن قابش میکنن که نامالا. باز در بین پوست ها ما که شنیدیم میگن که پوست روبای سرخ قیمتش زیادتر است، اما درست؟ نه در پوست از این قراقل قیمت است. روبای سرخ چی کیفیت داره؟ روبای سرخ خب برای کلاه زمستانی جور میکنه. دارین شما نمونهش ببینیم؟ از روبای سرخ گرفته شده دیگه. این روبای سرخ است که باز کلاه زمستانی جور میشه. بسیاری باز برای بالا پوشای خود به یخن و آستین هایش از این استفاده میکنن. اینو میبینید؟ اینو تو کامران ببینه، این بخی چهره اش هست، این گوشه اش هست، این هم دستایش مکمل، فقط پوست شکندن خلاص. بله اینا باز هاش میخورن. آش میخورن؟ بله ها، یک رقم مواد است که از این آرد جو اینا میشه که پخته میشه بول برن نمازی شوه. خب به خاطر که نمازی شوه و در وقت نماز هم بتانیم استفاده کنیم. اینا رو که نه پوست میکنن باز نمک میکنن که موی از اینا نره. نمک شد خوش میشه، باز اینا داش میره. داش که میره بعد از آشش تراش میشه، ششته میشه که نمازی شوه. خب بدون کلا میشه که در گردن هم پرتن نیامت را؟ اینا جور میکنن، اینا باز جور میکنن به خاطر این یخن و آسین اینا استفاده میکنن. بسیاری باز کلاه زمستانی جور میکنن به این دیزاین ها. یعنی کلاه زمستانی است که یک وقت اینه به نام کلاه روسی میگفتن. از این دیزاین ها جور ای باز خوب است که گوشام پت میشه و خوب گرم است. بله ها، اینا دیگه برای مثالنگ جا باشه گرم است. یک سوالی که خیلی جالب میتونه باشه ای است که کسایی که در گذشته ها زندگی میکردن، چی کسایی که بزرگان قومی بودن یا منصبدارا بودن تا رئیس جمهورای سابق، از کلاه قراقل زیاد استفاده میکردن. در این طول مدتی که شما کار کردین، آیا تو وقت شده که به رئیس جمهور یا به یکی از مقامات پیشین یا به بزرگان قومی شما کلاه قراقل دوخته باشین؟ بله ها، ما زیادتر جور کردیم و این سناتور ها برای وکیل ها زیادتر جور کردیم. باز و اکسیل کلام ما برای آقای کرزای رئیس جمهور پیشین ما جور کردیم. بله ها، اونا هم بسیار دوست دارن نه کلاه قراقل. ما اکثر وقتایی که دیدیم کلاه قراقل داشتن. بله از رمود دوران بود که اینا بسیار رشد کردن. اگر پیش از او کس استفاده نمیگه از وقتی که آمد کرزایی که سر کردن، باز مردم شو قلاقه زیاد شد اونا سر مود شده. بله ها، اونا هم مود شده که اونا سر میکنن. ما برای زمان اک سه دانه جور کردیم. در طول یک روز اما تو تقریبی اگه به ما بگوی چند کار میکنین؟ اما تو فایده خالصش به ما بگوی. فایده خالصش تو را دکانداری است. نه یک روز مثال هیچ مدسلاف نمیکنیم و یک روز است که مثال 4 تا کلا مفروشیم که دمون 4 دانه که مثال 500 میمونه یا 700 برای ما بانه کنه 2000 و 2500. بازم شکر است، بازم شکر است. همه قدرش هم خیلی کوتاه به ما بگو که از کجا شروع کردی کاره و چقدر طول کشید که یاد بگیری؟ چرا که سخت است نه؟ مثلا امیال اگر از من پرسان بکنین این پوستا کلش یک چیز به من معلوم میشه. خیلی باید دقت داشته باشی و خیلی هم مسلکی باشی که پوست بدل از سرت نزنن. بله.
ولی همه تو رسک. من خود شاگرد پدرجانم بودم که تقریبا مدت 24 سال همراه پدرجانم کم اونا پدرجانم بودن هم استاد کاری ما بودن که من زیر دست از اونا کار کردم که کس پا یاد گرفتم. فعلا هم بر اونا خود بیخی رسیدگی نمیتونم، بازم خوب از گفتیم و کلانم یه جلو خود از عذاب میکشیم. 24 سال خودش یک عمر است. آرزوی موفقیت به شما دارم. بسیار زیاد تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردین و واقعا معلومات خوب بود که به بیننده ما دادین. اگر گفتنی هست، پیامی هست، میخواین به بیننده ما بگین از طریق بامداد خوش بفرمایید. زنده باشید. گفتنی خاص ندارم دیگه، خدا نگه رحم روشنی کنه که این وضعیت را ما شما بینا هستیم میبینیم که چی وضعیت است. خدا نگه رحم روشنی کنه، اینه میره برای همه گی آرزومند هستم که جور صحتمند باشن. بس انشالله که وضعیت کاروبارم بهتر میشه و راضی هستیم به رضای خدا. بله. انشالله روزگارم بهتر میشه و تشکر از شما. رستان خوش، اینو من به قرض بردم دیگه. هزار دو صد قزر توفه سونا. زنده باشین. و سال همین وقت بخیر ما پس میه. هزار دو صد قزر. سلامت باشین. خب دوباره برمیگردیم به استدیو پیش نجیب جان و همکار خوب ما رستم جان و هانیه جان که دل هر سهشان چیز نگرده. از شما میخواییم تا پایان برنامه بامداد خوش با ما همراه باشین. رستان خوش. به به، هم از گزارش جالب دیدنی همکار بسیار خوب ما رامین جان اسلمی که میره جاهای جالب دیدنی را بر ما به تصویر میکشه و قصه های بسیار شیرین میداشته باشه همراه هموطنان ما که امروز هم رفته بود دکان پست و قرقل فروشی که خودش هم واقعا یک ظاهر بسیار مقبول به خود گرفته بود و از اونمو چیزا استفاده کرده بود. فصل خزان است، مطمئنا که تمام چیز ما یک قسم برقکی شده، وقتی که حتی لباس هم میپوشه موهای ما را برس میکنیم کلش به هم میچسبه چون هوا سرد شده. مراقب تان باشین که خدای نخواسته مریض نشین، بیمار نشین، از قسم لباس ها هم استفاده کنین، گرچه قیمت هایش یک زرگک بالا است اما با آن هم امون زیبایی های خاص خودش داره. به هر صورت شما میتونین که تکرار گزارش های جالب دیدنی رامین جان در صفحه فیسبوک و اینستاگرام همچنان تماشا کنین، چون رامین تمام زحمت خودم میکشه که بهترین ها را تقدیم شما ایزان کنه. تشکر میکنم از امرایتان تا این دم.